برای آگاهی بیشتر از وضعیت مسلمانان و پناهجویان میانماری، سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران با ما هم هستند. آقای آموزگار، سلام و عرض ادب. بله آقای آموزگار، اخیراً دولت بنگلادش هم در پذیرش پناهجویان روهینگیایی اقدامات سختگیرانه‌ای انجام داده. به نظر شما چرا مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال مسائل همچون مشکلات مردم روهینگیا سکوت کردند؟ بله، مسلمان های برمه چون یک کشور به هر صورت یک پروسوی برای خودشون میرسند ولی همینطور که فرمودین اونها هم هم به توسه کشور دیگه هم قرار کردن ولی هر دور مسلمان ها در خود برمه خونه آتیش بزنن به قتل عام کنن و به نسل شدن. حتی در سال 2016 شورای امنیت سازمان ملل دولت ما رو به نسل‌کشی متهم کرد. حتی وقتی که برنده جایزه صلح نوبل سونگ ای رئیس جمهور شده بود، اینها باز همین فشارها بهشون وارد میشد و به ایشون هم خیلی اعتراضاتی شد ولی فایده ای نداشته. چین و روسیه متاسفانه مخالف اعمال فشار بیشتر به برمه برای پایان دادن به این فشاری هست که روی این مسلمان هستن شد بودن همیشه. علتش رو زیاد مشخص نیست ولی کشورهای غربی بهتر دارن دفاع میکنن از این قضیه. بله آقای آموزگار، با چه راهکارهای مؤثری جواب بین المللی را میتوان نسبت به شرایطی که برای مسلمانانی نظیر مردم روهینگیا اتفاق میفته آگاه نمود؟ همین کاری که شما دارین میکنین، رسانه های مختلف میتونن با انعکاس فشاری که داره به مسلمان های مظلوم وارد میاد کمکی بکنن شاید به پایان دادن به این وضعیت فجیع. ولی در هر صورت تمام این مدت این فشارها بوده و دولت برمه با وجود اعتراض های شدید که دبیرکل سازمان ملل و همین نماینده امور آوارگان و یا پناهندگان به اونا وارد میکنن، تقصیر رو به گردن شریک هایی میندازن که دارن دفاع میکنن و اون شریک هایی که به سازمان آراکان، سازمان موسوم به آزادی بخش مسلمانان برمه‌ای، میگه این حق مسلم ماست که از حیات خودمون، از آزادی خودمون دفاع کنیم. اینها نه اجازه کار دارن، نه اجازه تحصیل دارن، نه اجازه حتی سفر به خارج از استان خودشون رو دارن. چون بسیار مورد و واقعا یه مسئله بحرانی شده این مثلا. بله، با تشکر از سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تهران با ما همراه بودند.